سخن هفته. هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. نام من نوراحمد خالدی است و با برنامه تازه سخن هفته در خدمت شما از طریق کانال ویدیویی NAK1950 در خدمت ما قرار دارم. این کانال NAK1950 تنها و تنها حقیقت آریان بدون هیچ گونه اغماز بیان میکنه. لطفاً با ما باشین و اگر اشتراک نکردین تا حالا مشترک شوین، سابسکرایب کنین، لایک کلیک کنین و همچنان زنگ بزنین تا در آینده از ویدیوهای تازه مطلع شوین. دوستای محترم، همزبانای محترم، هموطنای گرامی، در این برنامه امروز ما دوباره راجع به جنگ در اوکراین صحبت میکنیم و در برنامه امروز نقش امریکا را در این جنگ مورد ارزیابی قرار میدیم و عواقب این جنگ بر خود امریکا و متحدای غربی امریکا بررسی میکنیم. خب، قسمی که دیده میشه از سیاست های همروزی امریکا برمی آید، امریکا در صدد گسترش جنگ اوکراین است و قسمی که دیده میشه میخواید با روسیه به قیمت آخرین فرد اوکراین، به قیمت جان آخرین فرد اوکراین منازعه کنه و جنگ کنه و تا تخریب کامل اوکراین ایره ادامه بده و برای رسیدن به این هدف در صدد طولانی کردن اقامت روسا در اوکراین است. امریکایی ها میخواین پای روسیه در لجنزار اوکراین عمیق‌تر فرو رود و مصارف جنگ روسیه هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تلفات انسانی آنقدر شدید شود تا در نهایت به ورشکستگی اقتصاد روسیه و تجرید از او از جهان منجر شود و روسیه مانند ایران، مانند کیوبا، مانند کره شمالی از جهان تجرید شود. این سیاست امریکاست. برای رسیدن به این هدف خود امریکا از هیچ چیزی روگردان نیست، اما این نوع سیاست عواقب بسیار خراب برای خود امریکا و جهان غرب هم در پی دارد. ما در برنامه امروز کوشش میکنیم که امی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، بخصوص که عواقب جنگ، طولانی شدن جنگ و گسترش ابعاد جنگ بر امریکا چی خواهد بود. وزیر خارجه امریکا در یک مصاحبه با CBS نیوز سیاست جدیدی را اعلام کرد. That gets a green light. In fact, we're talking with our Polish friends right now about what we might be able to do to backfill their needs if in fact they choose to provide these fighter jets to the Ukrainians. What could we do? How can we help to make sure that they get something to backfill the planes that they're handing over to the Ukrainians? Blinken گفت که با هم قطارای خود در پولند، با رئیس جمهور پولند، با دولت پولند در مذاکره است تا پولندی ها تیارات روسی را که در قوای هوای خود دارند، مانند تیارات میگ 29، یارا به اوکراین بتن، چون پیلوت های اوکراینی با این تیاره آشناستن و در مقابل امریکایی ها به پولند تیاره F-16 امریکایی را بتن تا جایگزین این تیاره شد
و در این مصاحبه خبرنگار سی بی اس گفت که آیا شما تشویش ندارین که این به گسترش و تشدید جنگ منجر شود؟ تونی بلینکن اظهار داشت که ما ای از طرف ما پولند چراغ سبز داره که تیارات جت جنگی را به اوکراینی ها تسلیم کنه و ما پولند کمک میکنیم از هر طریقی که بتانیم در این زمینه. البته همه میدانیم که اگر این سیاست تطبیق گردد ابعاد جنگ به سرعت گسترش پیدا میکنه به پولند و بعض کشورهای دیگه همسایه و ناتو مستقیما رو در رو با اردوی روسیه قرار. متعاقبا سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلان کرد که اردوی روسیه قوای هوایی اوکراین کاملا نابود کرده، از بین برده، تمام میدانهای هوایی عسکری اوکراین از بین رفته و گفت ما خبر داریم که یک تعداد از تیارات اوکراینی پرواز کردن و کشورهای همسایه پایین شدن مانند رومانی و اخطار داد که اگر میدانهای هوایی خود کشورهای همسایه در اختیار پیلوتهای اوکراینی قرار بدن ای به عنوان داخل شدن ای کشورها به جنگ با او با روسیه. همچنان این موضوع با پولند هم ارتباط. اگر پولند تیارات ساخت روسی خود میگ 29 خود این تیارات بته به اختیار پیلوتای اوکراینی قرار بده، خب این پیلوتای اوکراینی مجبور هستند برن در یکی از میدانهای پولند ایاره تسلیم شد و از میدانهای پولند بالای قوای روسی حمله کنه. این به معنی است که پولند عملا داخل جنگ شده با روسیه. بعد از اخطار وزارت دفاع روسیه پولند اعلان کرد که ای یا فقط آوازه است و ما کدام برنامه در قسمت نداریم، ای افواهات است، ما گفته برنامه نداریم تا تیارات خود بتیم به اوکراینیا. اما به هر صورت این خود نشان میده که چقدر این موضوع مهم است، چون زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همه روزه از غرب از امریکا میخواد که برای ما یا ایست که نو فلای زون یا منطقه ممنوع پرواز بالای اوکراین ایجاد کو یا ایست که برای ما تیارای جد بده و امریکا ای را البته رد کرد که ما نمیتونم در بالای اوکراین منطقه نو فلای زون یا منطقه ممنوع پرواز ایجاد کنم، برای اینکه به مفهوم سقوط دادن تیارات روسی خود بود و این ما را ناتو را مستقیم در جنگ با روسیه شریک میکنه. خب موضوع است که اگر امریکا این تیارات از پولند در فشار بیاره و دیگه کشورهای عضو پیمان ناتو را مانند رومانیا و یا بلغاریا که این تیارات را دارن فشار بیاره که این تیارات به پولند داده شود، این در حکم گسترش بسیار خطرناک ابعاد جنگ است. آنچه ما شاهد هستیم آغاز جنگ بین ایالات متحده امریکا و روسیه است. اما بیایید در مورد آنچه در حال رخ دادن است دروغ نگوییم. بیایید تا جایی که می توانیم صادق باشیم. با خصوص حالا چون بسیار مهم است. بدین گونه حکومت بایدن خود را عمیقا وارد جنگ بین دو قدرت خارجی می کند که اثرات آن بالای امریکا و جهان فوق العاده خواهد و ای ممکن است به جنگ اتمی ختم شود. سوال اینجاست که همه این موضوع را میفهمند و هر عقل سلیم عواقب این مسئله را میتونه درک کنه، اما چرا واشنگتن در این مورد خاموش است؟ چرا حلقات سیاسی در واشنگتن در مورد صحبت نمی کنند؟
یا اعتراض نمیکنن، حتی از او حمایت میکنن. تقریبا 5 سال پیش نماینده کانگرس از کالیفرنیا اریک سوالول در یک مصاحبه مطبوعاتی اشتراکت و اظهار داشت که چگونه ولادیمیر پوتین باعث شد دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور در امریکا انتخاب، و او بخصوص گفت که چون پوتین دونالد ترامپ را مخفیانه در کاخ سفید مقرر کرده، ایالات متحده اکنون باید عمل بالمثل انجام بده. هر کاری که میتونیم برای گسترش نقش ناتو باید انجام بده. به عبارت دیگر امریکا باید اجازه دهد که اوکراین به ناتو بپیوندد. این به نظر بیننده عجیب نیست؟ چرا باید امریکا عملا چیز کنه، تشویق کنه که اوکراین به ناتو شامل شود؟ این سال 2017 است. موضوعی است که میخواهیم توضیح کنیم که امریکایی‌ها از چندین سال به این طرف میکوشیدن که اوکراین به این مرحله در مقابل روسیه جلو برده، تشویق میکردن که اوکراین عضو ناتو شوه یا به تقاضای عضویت در ناتو رو کنه تا روسیه در مقابل عکس العمل نشون بده. چرا شمولیت اوکراین در ناتو یک اولویت است؟ بسیاری امریکایان در آن زمان این مطلب را نمی دانستن و یا اهمیتش درک نکرده بودند، زیرا پیوستن اوکراین به ناتو کلید جنگ با روسیه است. بسیاری امریکایی ها این مطلب را درک نمی کردن. اکنون واضح است که چرا ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کرد، زیرا نمی خواست اوکراین به ناتو بپیوندد. پوتین قطعا انگیزه های دیگر نیز داشت، اما این دلیل اصلی حمله به اوکراین است. موضوع پیوستن اوکراین به ناتو یا احتمال پیوستن اوکراین به ناتو، روسا نمیخواهند راکت های امریکایی در سرحدشان باشند. آنها یک دولت متخاصم را در همسایگی خود هرگز قبول نخواهند کرد. در طول سالیان متوادی از سوی افراد مهم در امریکا مطالب زیاد در این مورد نوشته شده. هیچ کسی که چیزی بداند و صادق باشد به شما نخواهد گفت که پوتین صرفا به این دلیل شیطان است که به اوکراین حمله کرد. پوتین شاید شیطان باشد، اما او همچنین انگیزه های استراتژیک در انجام کار دارد. این که غربی ها با این انگیزه ها موافق هستند یا نه بی اهمیت است. اینها حقایقی هستند که در عمل موجود است در بحران روسیه، اوکراین و ناتو. من چند بار نوشتم و گفتم که امریکا و ناتو در مجموع برای روسیه در اوکراین تلک گذاشتند. همچنان که امریکا در سال 1979 به تایید و گفته برژنسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور جیمی کارتر در سال 1979 برای اتحاد شوروی وقت در افغانستان تلک گذاشته بود، امروز جوی بایدن و دولت امریکا در این چند سال اخیر این تلک در اوکراین برای روسی امروزی گذاشته. باید ببینید که دولت بایدن در این ماهایی که به جنگ ختم شد چی اعمال انجام داده. جوی بایدن معاون خود کاملا هریس با کنفرانس امنیتی میونیخ چند وقت قبل فرستاد. یعنی کاملا هریس در واشنگتن از لحاظ سیاسی به یک شخص کم معلومات معروف است و کم بی اثر یا کمترین اهمیت در سیاست خارجه امریکا داره. در دولت کاملا هریس در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ اظهار داشت که من تمایل ژلینسکی رئیس جمهور اوکراین را برای پیوستن به ناتو قدردانی و تحسین میکنم. این در حقیقت علامت واضحی بود برای ولادیمیر پوتین که در حقیقت او را تشویق کرد به اوکراین حمله کنه. در حقیقت ای به پوتین گفت
اگر حمله میکنی وقت شد. نطوری که میدانیم پوتین این کار چند روز بعد انجام داد. بنابراین این تهاجم برای دولت بایدن تعجب آور نبود. آنها میدانستند که این اتفاق میفته. سوالی است که چرا ایالات متحده عمدن به دنبال جنگ با روسیه است؟ چگونه امریکا و اروپا میتواند از این جنگ سود ببرد؟ ما هنوز پاسخ این سوال را درست نمیدانیم. اما بدیهی است که توجه واشنگتن برای مدت بسیار طولانی بر جنگ با روسیه متمرکز بوده است. چند سال پیش دونالد ترامپ یک رئیس جمهور بر حال امریکا را در کانگریس استیضا کرد. چرا استیضا کردن؟ دلیل اصلی از اوی بود که رئیس جمهور ترامپ تهدید کرده بود که کمک نظامی را به اوکراین قطع میکنه. او از اوکراین در جنگ نیابتی بر ضد روسیه استفاده نمیکنه. این موضوعی بود که در حقیقت رئیس جمهور ترامپ اجازه نداشت در این قسمت تصمیم بگیره. این به اصطلاح دیپ ستیت ارتباط داره. این موضوع جنگ و سال وابسته به او حلقاتی در امریکا که صنایع نظامی و اقتصادی و تبلیغاتی امریکا را غرب اداره میکنه. و رئیس جمهور امریکا در حقیقت مجری برنامه است. او نباید جلوی کار بگیره. به این خاطر دونالد ترامپ استیضا کرده و در این قسمت جمهوری خواها و دموکرات ها در مخالفت با دونالد ترامپ قرار گرفته. به خاطر بیاریم که لینسی گراهام سناتور امریکایی در سال 2016 رفته بود به اوکراین و در میان سربازا و افسرهای اوکراینی اعلام داشت که ما با شما هستیم. در جنگ شما با روسیه ما همراه شما هستیم. این جای تعجب نیست؟ چرا باید امریکا در جنگ اوکراین با روسیه با همراه اوکراینی باشه؟ مقصد چیز؟ هدف امریکا چیز؟ مردم عادی امریکا یه هدف این جنگ نمی فهمن. برازوا گفته میشه که پوتین شخص بی است، شیطان است، خیال احیای اتحاد شوروی سابقه با سر می پروردن، خیال احیای پیوان وارسای سابقه را به سر می پروردن، در خیال جهانگشایی است، یکی بعد دیگر بالای کشورهای مختلف حمله می کنه. بنابراین به هر قیمتی است باید ولادیمیر پوتین توقف داده شد. این پیام است که غربی ها به مردم خود می ده. اهداف جنگ اوکراین، مردم عادی غرب و مردم امریکا در زیر این حالی از این تبلیغات ضد پوتین نمیدانند. غربی ها همیش کوشش میکنند سیاست های یک کشور، سیاست های کشور مخالف خود با یک نفر ختم کنند. یک نفر که عمر خبر از کشور باشه مسئول بدانند. این کار در مقابل نوریگا در پاناما انجام دادند. این کار در مقابل صدام حسین در عراق انجام دادن، این کار در مقابل سوریه در مقابل حافظ الاسد انجام می دادن و حال این موضوع در مقابل این سیاست در مقابل پوتین انجام می دن. یعنی این روسیه را نمیگن بلکه پوتین را میگن که سیاست پوتین است. بسیاری امریکایی ها تا بال اهمیت سخنهای گراهام لینسی را ندانسته بودن در وقت و حال متوجه می شن. در واشنگتن سیاستمداران میفهمند به مجرد که قوای روسی از سرحد اوکراین عبور کنه داخل اوکراین شوه، امریکا و غرب و ناتو در مسیر جنگ با روسیه قرار میگیره و او تمام کوشش خود انجام دادن تا روسیه این کار بکنه. به طور مثال رئیس شورای روابط خارجی کانگرس امریکا در روز تهاجم قوای روسی به اوکراین اعلان کرد که ما حال وظیفه ما ایست که این جنگ آنقدر بر روسا سنگین بسازیم از لحاظ مصارف اقتصادی و مصارف انسانی که روسیه با ورشکستگی مواجه شود.
گفت حتی او گفت که بدترین سناریو بر روسیه سربازان مرده یا کشته شده روسی خواهد بود. هر قدری سربازان زیادتر کشته شود، اما قدر ولادیمیر پوتین در انظار مردم روسیه منفور خواهد شد. آیا راه برای کاهش تنش وجود ندارد؟ آیا امریکا به حیث رهبر جهان غرب وظیفه ندارد تا از تنش های جهانی یا از گسترش تنش در سطح جهانی جلوگیری کنه؟ آیا خروج فوری روسیه از اوکراین عاقلانه ترین راه برای مردم اوکراین و مردم جهان نیست؟ اما به نظر می خوره که بر امریکا نه، بر امریکایی ها طولانی تر ساختن جنگ اوکراین و فرو کردن پاهای روسیه در لجنزار اوکراین هدف است. و حال سیاستمداران امریکایی به این هدف خود رسیدن. روسا در لجنزار اوکراین داخل شدن. خطر جنگ اتمی را باید مردم غرب، مردم امریکا جدی بگیرن. اگر کار به استخوان برسه، اگر امنیت روسیه به خطر نابودی نزدیک شود، روسیه قسمی که پوتین اظهار کرده از اسلحه اتمی استفاده خود کرد برای دفاع از خود. بنابراین این خطر جدی است که باید از این جلوگیری شود به هر قیمتی. اما موضوع خطر جنگ اتمی یگانه خطر یا صدمه نیست که به غرب واقع میخواد شد. یا افزایش قیمت ها در تمام موارد، بخصوص مواد استهلاکی و انرژی، امنیت جهان غرب تهدید میکنه. روسیه و اوکراین بزرگترین تولید کننده های گندم در دنیا هستند. قیمت گندم فوق العاده بالا رفته، 60% بالا رفته بعد از جنگ در اوکراین. تمام کشورهای عربی به شمول مصر بیشتر از نیم گندم خود از روسیه وارد میکنن و از اوکراین وارد میکنن. قیمت کود کیمیاوی یوریا از $260 آمریکایی به $480 آمریکایی بالا رفته در آمریکا، چون اکثر زارعین آمریکایی از کود یوریای روسی استفاده میکنه. روسیه یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های کود یوریا است در دنیا. چهار برابر بالا رفته. این طبعا بالای مواد غذایی در آمریکا تاثیر به سزا میبرده. مواد غذایی در آمریکا قیمت‌تر میشن. قیمت پترول از هر گیلند در امریکا $2 یا $1.5 بود، یا به $7.5 رسیده. این بر امریکایی ها غیر قابل مقایسه است. هیچ وقت ها به این اندازه قیمت پترول نخریده بودند. اگر تحریم های اقتصادی بر ضد روسیه برای غربی ها یک تعهد اخلاقی برای حمایت از اوکراین شمرده میشه، ای یک عواقب عملی بسیار خراب برای جهان غرب هم در پی خود دارد. امکان ازی است به زودی قیمت پترول یک بیرل به $150 برسه. حتی بالاتر از این امکان داره بره به اساس سخنهای یک تعداد از متخصصین، اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه. و نتیجه ازی چی میشه؟ و اگر امریکا و غرب در قسمت تحریم تجارتی روسیه پیش برن تا حدی که بخواهد روسیه از لحاظ اقتصادی ورشکست شود و نفت و گاز روسیه را هم کاملا تحریم کنن، این برای جهان یک فاجعه خود. این تا حال مردم در غرب قدر درک نمی کنن، اما این واقعا یک فاجعه خود.
و یک رکود غیر قابل پیش بینی در اقتصاد جهان و امریکا به میان خواهد آورد. خب اگر واردات نفت و گاز از روسیه به صفر برسه، جهان غرب این مواد از کجا وارد میکنه؟ مواد نفتی، کشورهای دیگه که میتونه جای روسیه رو بگیره یا اضافه بازار جهانی عرضه کنه، عربستان سعودی است، ایران است و ونزوئلا است. از جمله ایران خودش زیر تأثیرات اقتصادی امریکا و غرب قرار داره، او خودش اجازه نداره صادر کنه بیشتر، و ونزوئلا هم زیر تأثیرات و تحریم های امریکایی قرار داره، او هم نمیتونه صادر. تنها میمان عربستان سعودی که عربستان سعودی نمیتونه ای را تأمین کنه، نیازمندی های نفتی جهان غرب تأمین کنه به تنهایی خود. ما این اثرات بسیار کوتاه مدت اینجا بررسی میکنیم، اثرات دراز مدت بسیار وخیم تر است. یکی از اثرات دراز مدت نزدیک شدن روسیه و چین به دو متحد بسیار مهم در مقابل هژمونی غرب است. سیاست‌های آمریکا سبب شده که چینایی‌ها و روس‌ها با هم خیلی نزدیک شدن. وزیر خارجه چین چند روز پیش گفت که روسیه نزدیکترین متحد قابل اعتماد چین محسوب شد. خطر بسیار عمده دیگه که در مقابل امریکا و جهان غرب وجود داره، به خصوص امریکا، با ادامه این گونه تحریم ها، موضوع از دست دادن نقش دلار به حیث یک اسعار یا به حیث ارز ذخیره در سطح جهانی. امروز در سطح بین المللی دلار به حیث نرخ و ارز ذخیره مورد استفاده است، یعنی هر کشوری که در جهان یک چیز میخره به دلار آمریکایی میخره، تبادلات میان کشورهای مختلف هم اکثرا به دلار آمریکایی صورت میگیره، و ای از طریق سیستم‌های بانکی که جهان غرب ایجاد کرده به شمول سویفت این انتقالات از این انجام میاد. امریکا تهدید کرده و سویفت یعنی بانک‌های روسی را از استفاده از سویفت ممنوع کرده، یعنی اگر کسی از روسیه میخواید جنس بخره یا جنس روسیه میخواید از خارج بخره، نمیتونه از سیستم بانکی سویفت برای انتقال پول استفاده کنه. خب این مجبور میشه ساده روسیه را و کشورهایی که با روسیه معامله دارن، مانند چین، ایران و غیره کشورها، هندوستان و دیگر کشورها، یا تا سیستم های مشابه دیگر در نظر بگیرن یا ایجاد کنن. از بین رفتن موقف دلار بخصوص با ایجاد یوان دیجیتال توسط بانک مرکزی چین به خطر افتاده. چینایی ها به صورت دیجیتال یک پول خود ایجاد کردن که روز به روز این وسعت و گسترشش بیشتر میشه در معاملات تجارتی در سطح داخل چین و در سطح بین المللی. حتی در هندوستان روپی ایجاد شده که از استفاده از او در بر خرید و فروش در هندوستان بیشتر شده از ویزا و ماسترکارد کرده. بنابراین اگر روپی وسط جهانی بره و مورد استفاده قرار بگیره، نقش ماسترکارد و نقش ویزا تقلیل پیدا میکنه، همینطور که در هندوستان تقلیل پیدا کرده در سایر بلوی تقلیل پیدا میکنه. همچنان چینایی ها میتونن از کارت های الکترونیک خود استفاده کنن برای انتقالات، یعنی بعضی کشورهای مختلف به عوض دلار امریکایی
از اسعار محلی خود استفاده میکنن برای پرداخت های تبادلات تجاری میان خود، مانند ایران، روسیه، ایران، چین، هندستان و غیر کشورها. اگر امریکا نقش خود نقش دلار در معاملات بلی بیس ریزرف از دست بده، این بزرگترین ضربی به اقتصاد امریکا خود. بعد از او امریکا نمیتونه انفلاسیون خود، تورم پولی خود به دنیا انتقال بده. امروز میفهمیم که امریکا، دولت امریکا جنگ هایی را که در افغانستان و دیگه کشورها میکرد برای تمویل جنگ ها پول چاپ میکرد. بانک مرکزی امریکا، این ریزرو بانک امریکا پول چاپ میکرد، باند مفروخت، باند هایی را که میخرید روسا میخریدن و چینایی ها میخریدن، در مقابل از این پول نشر میکرد و پول از این جنگ ها را تمویل میکرد. اگر موقف ریزرو بانک دلار در بیس کرنسی ریزرو جهان به خطر و مواجه شود و از بین بره، امریکا انفلاسیون در امریکا به ده ها چند بالا میره. چون در امریکا وقتی که شما پول چاپ میکنین در مقابلش امتعه مواد نباشه قیمت ها بالا میره. ایتالیا چرا نمیرفت؟ برای که این انفلاسیون امریکا انتقال میداد به جهان دیگه. اسکراج در افغانستان بود، در سایر کشورهای جهان بود، مسائل دیگه کشورهای جهان بود، دلار در اونجا استفاده میشد. این پول اضافی، دلار اضافی در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد. و این کشورهای مختلف میخریدن باندای چیزه. ریزرو بانک امریکا امروز امریکا با چندین هزار تریلیون دلار از چین قرض دارد. چینایی ها باندهای زیادی امریکایی را خریدن، همچنان روسا خریدن. این خطر بزرگ است که اقتصاد امریکا را چیز میکنه، تهدید میکنه. همه ما شما میدانیم که مطبوعات غرب افکار عامه را در این کشورها کنترل میکنه. افراد مسئول رسانه ها تصمیم میگیرند که مردم چی کسی را خوب بدانن و چی کسی را بد بگوین، چی کسی شیطان است و چی کسی فرشته است، این تصمیم مطبوعات غرب میگیره. متاسفانه در جهان این همیشه اصل بوده، چون رسانه های وابسته به جهان غرب منافع از او در فروش بیشتر، در بیننده بیشتر، در شنونده بیشتر است و جنگ ها این امکانات برای مطبوعات غرب فراهم میکنه. جنگ اوکراین هم این امکان برای مطبوعات غرب فراهم کرده که پوتین، ولادیمیر پوتین شیطان اعلان کنه و تمام اقدامات کشورهای غربی را اقدامات یا تصمیمات اخلاقی برای حمایت از مردم اوکراین اعلان کنند. در مقابل در برابر پناهنده های اوکراینی فرش سرخ هموار میشه، در حالی که ما دیدیم که چند وقت پیش پناهنده های افغان و ترکی و کشورهای افریقایی که در سرحد پولند قرار داشتند در بلاروس با او چی وضعیت بد صورت میگیرد. در اینجا مطبوعات غرب با وضاحت از چشمهای آبی و موهای طلایی مردم پولند یاد میکنن و به مردم غرب این گوشزد میکنن که پولندی ها اروپایی هستن و باید از یا حمایت شد. اما فراموش میکنن که روسا هم چشمهای آبی و موهای طلایی دارن. دوستای عزیز، امیدوار هستم معلوماتی که ارائه شد طرف استفاده شما قرار بگیره. تشکر از توجه شما. فراموش نکنید که سابسکرایب شوین به این کانال و لایک کنید. روز و شب خوش براتون تمنا می‌کنم.